بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شاگردان نهایت عزیز، امروز درس ما از برنامه ورد شروع میشه. از برنامه ورد از تب لیاوت. خب در تب لیاوت شما مشاهده میکنین اینجا پیج تب گروپ داریم، ارنج گروپ داریم، فراگراف گروپ داریم، ارنج گروپ داریم. حال امروز درس ما از مرجن صفحه شروع میشه. مرجن یا مرجن میگن. خب این آشه صفحه است، یعنی تنظیمات چهار اطراف صفحه میباشد. ببینین مصاحبه رند یکان چیز محتویات نوشته میکنیم به صفحه کاری ما. ببینین فعلا چند صفحه داریم، در اینجا نمایش میده یک صفحه داریم. خب اینمی بالا طرف چپ طرف راست اینمی اطراف ازیره مرجن میگن. خب دیجا قبلا مرجن های از قبل یعنی فرضی تعیین شده داریم. ببینین مثلا تاپ، تاپ یعنی طرف قسمت بالایش یک اینچ باشه، باتم یک اینچ، لفت طرف چپ ازی 0.75، رایت 0.75 است. دیجا مختلف و شکل مختلف ما مرجن های قبلا تعیین شده داریم. هر کدام چه خواسته باشین از اینجا انتخاب کرده میتونیم. ببینین نرو رو میگیریم، چهار اطرافش نیم اینچ یا 0.5 پوینت است. ببینید به این شکل انتخاب میکنیم مرجن های صفحه ما با نیم اینچ یا 5 پوینت تبدیل شد. خب نرمال اگر انتخاب کنیم یک یک پوینت داریم، یک یک اینچ در چهار اطراف ما میبینیم به این شکل. خب اگر این تنظیمات های فرضی را نخواسته باشیم، بخواییم که خود ما یک تنظیمات دیگه مینولی در دست خود تنظیم میکنیم، بگوییم و کاستم مرجن کلیک میکنیم. ببینیم در تب پیست تب یک دایلوگ باکس باز میشه به این شکل. ببینید اینجا مرجنز داریم، پیپر داریم و لی اوت داریم. ببینید بالای مرجن کلیک میکنیم، اینجا تاپ باتم لفت رایت داریم، قسمت بالایی، قسمت چپ، قسمت پایین، خب قسمت راست. قسمت راستش به این طرف میشه، چپش به این طرف، بالا و پایین. ببینید اینجا ما میخواییم که اینمی طرف بالایش چند باشه، مثلا 5 یعنی نیم اینچ باشه، طرف پایینش هم نیم اینچ باشه. ببینیم به این شکل 0.0 باید ناشته کنیم، 0.0 نیم اینچ به این شکل، یعنی 0.5 باشه. اوکی. ببینیم اما طرف چپ راست از اینه تغییر ندادیم. اینجا مطلب دیگه همچنان نوشته میکنیم. ببینیم دوباره نیم اینچ پایین ما، نیم اینچ بالای ما. خب چپ راست را دوبال تعیین نکردیم. میم از اینجا کلیک میکنیم کاستم مرجن لفت، طرف چپ آشه ما همچنان نیم اینچ باشه و طرف راست از این همچنان نیم اینچ باشه. اوکی میکنیم. ببینیم در صفحه بعدی کمی متن داشتیم و همچنان دهی علاوه شد، چون سپیس ما اضافه شد به خاطر دهی علاوه شد. خب خب بعدا اینجا دارم گیدر داریم. گیدر ما چی هست؟ گیدر مثلا اینمی قسمت یعنی جای سنجاق به این چیزا میگن. ببینیم اینجا چند پوینت باشه به این شکل میگریم. گیدر گیدر پوزیشن ما کجا باشه، یعنی طرف لفت یا تاپ به این شکل، بالا پایین، خب رایت و طرف راست و همچنان طرف چپ باشه. از اینجا میتونین پورتریت لندسکیپ صفحه خود را به طور عمودی و به طور افقی در اینجا تنظیم کنین. مثلا ما به طور عمودی را گرفتیم، اینجا پورتریت، اوکی میکنیم. ببینیم به این شکل
اینجا گیدر ما گیدر پوزیشن ما طرف لفت بود اینجا همچنان گیدر دادیم چند پوینت و افت پوینت بود ببینیم به این شکل خب حال بعدا میخوایم که مولتیپل پیجز داریم اینجا این گیدر همچنان خواسته باشیم دوباره سپر میکنیم به طور نرمال خود برگرده خب از اینجا باز دوباره نرمال مولتیپل پیجز داریم یا خواسته باشین اینجا میرور مرجن داریم میرور مرجن ما چی هست مثلا ما اینجا صفحه خود را تنظیم میکنیم مثلا اینمی نرمال باشه به این شکل خب یا اینجا میگیریم کمی لفت ما کمی طرف باشه اینمی متن ما را ببینین دیگه هم تجاوز کرد خب میرور میجن ما یعنی چی معنا داره ببینین این طرف ما زیاد است این طرف ما اما ما میگیم که اینجا کلیک میکنیم میرور میجن تا میگیریم ببینین اوکی این صفحه ما طرف چپش زیاد است این صفحه ما طرف راستش اضافه شد ببینه اگه کم اضافه کنیم به این شکل دیجا مالم میشه یعنی هر دو سفر خواسته باشه مگس اینجا کنیم هر دو سفر همچنان یک سفر طرف راستش یک سفر دیگر از طرف چپ از این به سنجاق برابر میاد هیچ محتوی دو ما در زیر سنجاق به چیزا نمیمانه خب دوباره اگه خواسته باشین تو پیجز پرشید تو پیجز پرشید یعنی معنی از زیر داره که محتویات دو سفر به یک سفر خواسته باشین پرند کده میتونین اوکی میکنین به این شکل اما دو صورت اندازه پیج ما کمی کوچک میه به این شکل خب اگه خواسته باشین بوک فول یا ریورس بوک فول هم انتخاب کده میتونین کتابچه‌ای باشه به این شکل اوکی میکنیم ببینین بوک فول هم همچنان ما تنظیم کده میتونیم خب در اینجا نرمال دوباره میگرم پورتریت هم میگرم اوکی میکنیم این همی بخش ها که مثلا پورتریت لندسکیپ که چیزها را داریم و مرجن را داریم در اینجا داریم مرجن و همچنان تو پیچت پرشید این چیزها را داریم این همی بخش ها در پرنت همچنان به ما در اینجا آفشن داریم در پرنت همچنان در فایل تاب کلک میکنیم پرنت ببینیم اینجا تو پیجز پر شیت در اوجه داشتیم تو پیجز پر شیت یعنی محتوی ها چهار سپی ما در یک سپه مپرند بیاید اما در اینجا چهار سپه، شش سپه، هشت سپه، شانزه سپه را تا داریم ببینید محتوی ها شانزه سپه را میتونیم در یک سپه پرند کنیم اما اندازه متن ما کم کوچک میاید باز شانزه سپه محتوی شانزه سپه را در یک سپه جا به جا میکنم ببینید تو پیجز پرشید به این شکل بسیاری چیپتر ها به خاطر صرف جوی از کاغذ تو پیجز پرشید چاپ میشه خب نیجا هم همچنان مرجن داریم ببینین اونم مرجن که پیشتر او پیج لی اوت دیدیم خب نیجا کاستم مرجن همچنان میتونیم نیجا تنظیمات شخصی خود را وارد کنیم خب نیجا داریم لفت رایت ببخشیم اندازه صفحه A4 یا A3 هر کدام نوعیت صفحه را خواسته باشین در اینجا همچنان انتخاب کرده میتونین و از اینجا پورتریت لندسکیپ یعنی عمودی افقی کاغذ را تنظیم کرده میتونین خب بعدا این همی چیزا را در مرجن در اینجا خوانده بودیم خب بعدا پورتریت لندسکیپ همچنان از اینجا انتخاب کرده میتونیم خب از اینجا همچنان نوعیت سفر انتخاب کرده میتونیم ببینین A4 و A3 هر کدامش که باشه اگر خواسته باشیم در اینجا مور پیپر سایز کلیک کنیم ببینیم ما را پس دوباره با صفحه پیج ستاپ میبره ببینین از اینجا میتونین کاغذ خود را همچنان تعیین کنین A3 باشه مثلا اندازه کاغذ خود را در اینجا باز میبینیم یعنی ویدیس چند است هیدیس چند است
لیگل میگیره ببین 8 اشاره 5 14 است. خب از اینجا ای فور انتخاب میکنم، ببینید بعدم اینجا ای فور نوشته است، اما ما ایرا و دلخواه خود تنظیم میکنم. ببینید به این شکل، ببینید کاستوم سایز شد، در هر سایز خواسته باشین در اینجا خود شما تنظیم کرده میتونید. باز اینجا وال داکیومنت سوان فوروارد داریم، ایرا در مرجن همچنان داریم. ای به خاطر چی استفاده میشه؟ ببینید مثلا مده اینجا ایرا پس دوباره به شکل نرمال خود تنظیم کنم. اوکی. خب ببینیم در اینجا وال داکیومنت هر تغییراتی که ما در اینجا به ای وارد کرده باشیم، اگر وال داکیومنت ما در اینجا انتخاب باشه، صفحه اول دی به این شکل تنظیم کردیم، ببینیم صفحه دوم همچنان به این شکل تنظیم شده. مثلا میگیریم کنترل انتر، یک صفحه جدید ببینیم هم به مو اندازه تعیین شده است. ببینید مثلا یک یک اینچ یا پورتریت است. ببینید به این شکل وال داکیومنت داریم که همه صفحات ما به یک تنظیمات عمومی ادامه می آورد. ببینید باز به اینجا ما می خواهیم که یک صفحه مثلا داشته باشیم، صفحه بعدی البته ایره لندسکیپ میکنم، تنظیمات از ایره هم همچنان لفتش 1.5 پوینت باشه، تاپش همچنان نیم اینچ باشه، به شکل هر شکل خواسته باشین تنظیم کده میتونه. از ایجا در ایجا باز میگیرم که this point forward، یعنی این تنظیماتی که سه صفحه داریم به این تنظیمات خود باقی بانه و صفحه بعدی که ما دوباره عکس میکنیم، میبینیم صفحه بعدی ما به این تنظیمات باید اضافه شود و ادامه از این صفحات. ببینیم اوکی میکنیم، این صفحه بعدی ما قبلی ما بود. ببینید خب این صفحه ما صفحه جدید ماست. ببینید به این شکل این سه صفحه ما صفحه قبلی و صفحه که ما بعدن اضافه کردیم پورتریت سی صفحه داریم، لندسکیپ یک صفحه داریم. ببینید به این شکل و هر تنظیمات که خواسته باشین از اینجا تنظیم کردن اپلای کردن همچنان میتونیم. ببینید به این شکل و همچنان سیکشن از ایران جدا میکنه از اینا، این سیکشن یک هست، این سیکشن دو هست. سیکشن ها را حالا بخیر در میتب تب لی اوت در بریک انشالله میخوانیم که بسیار کاربردهای مهم داره. خب بعدن میاییم بالای مور پیپر کلیک میکنیم، از اینجا همچنان ما میتونیم اینمی چیز رو تنظیم کنیم. ببینید چون سیکشن از جدا شد از صفحات قبلی، دی سیکشن همچنان اضافه شده، اینجا همچنان دیس پوینت فوروارد اضافه شده. مثلا نه اینجا ما اینمی صفحه ما سیکشن از صفحات دیگر جداست. مثلا اینمی صفحه که فعلا افقی است، افقی باید باقی بانه و می خواهیم که بعد از یک صفحه دیگه بگیرم ای چی شده ای به شکل عمودی بره. مثلا و مرجن از زیره ما می توانم از اینجا تغییر بده، مثلا لیاوت با پیپر کلیک کردیم، از اینجا ما می خواهیم E3 باشه این صفحه ما، اینایش هم ویدو ایتش هم تغییر می دیم. خب میخوای میگه که در این سیکشنه که فعلا کارسر تو قرار داره در این تنظیمات اینمی تنظیمات رو وارد کنی یا دیس پوینت فوروارد، یا میخوای که اینمی صفحه تو که فعلا کارسر ما بالای قرار داره به این تنظیمات باقی بانه، خب صفحه جدید برای ما و سیکشن جدید برای ما اضافه کنم، یا وال داکیومنت اینمی صفحه سی صفحه که داریم و اینجا یک صفحه دیگه داریم که پورتریت است، لندسکیپ است، اینمی اینا را همه ایشه به تنظیمات رو میخواییم میگه تنظیم کنی و میخواییم که دس پوینت فوروارد ای باید چی شده باز ای پورتریت هم شده، ایرم دس پوینت فوروارد گرفتیم اوکی میکنیم. خب مرجان از زیره میگه که
بی اندازه ما چیز نداریم، نوعیت کاغذ نداریم، میگن فکس کده ای. اوکی ببینیم سی صفحه ما قبلا پورتریت بود، عمودی بود، یک صفحه افقی گرفتیم و صفحه بعدی را و شکل عمودی دوباره انتخاب کردیم. ببینید ما از این بخش که apply to داریم، این بخش ها را ما تنظیم کرده میتونیم. ببینید از دیجه مرجن همچنان داریم، از دیجه همچنان عمودی و دیجه نوعیت کاغذ ما. خب ببینید حال دیجه نوعیت کاغذ ما چی بوده؟ ای4 بوده. دیجه کلیک میکنیم ایچی هست یه میفور هست، به ای کلیک میکنیم ایچی هست هیچ. ببینید هیچ انتخاب نشده چون این کاستم هست، خود ما تنظیم کردیم. به ای کلیک کنین به ای صفحه ما، ببینید دیجه ای4 انتخاب هست، اما دی ای4 نداریم با خاطر که در دست خود کاستم جور کردیم. ببینید میگید کاستم سایز 12 اینچ و 16.3 اینچ، به این شکل یک صفحه نداریم. ببینید اینمی تنظیمات را با ما چی میکنه؟ به صفحات بعدی اپلای میکنه. خب بعدا یک کلیک میکنیم مرجن دیس ست از دفالت داریم. اینجا ست از دفالت ما چی کار میکنم؟ مثلا اینم اینو را میشه یک دفعه حذف میکنم. خب مساوی با رند. حال دیگه من مرجن نرمال دوباره انتخاب میکنم. ما میخوایم که اینمی تنظیمات و دیجه تنظیمات من دیگه اضافه میکنم، اینمی تنظیمات من به طور اتومات به همه صفحات ورد باید اپلای شود. همیشه لنسکی باید باشه، افقی باشه. خب 1.5 تاپ لفت هم 1.5، خب باتم هم 1.5، برایت هم 1.5 باشه. گدر بکنید خودش هم لنسکی باشه. ما میگیم میره ست از دفالت. ست از دفالت ما یعنی به شکل استاندار را تبدیل میکنیم. هر وقت خواسته باشیم به این تنظیمات به ما برنامه ورد باز شد و صفحه برنامه ورد. ببینید یس میکنیم میره یه خودش لندسکیپ شد. مرجان از زیره میبینیم دیجه چند شد؟ 1.5، 1.5، 1.5، 1.5. خب حالی رو من حذف میکنم یعنی کلوز میکنم میره دیجه دوباره ورده اثر جدید باز میکنم. ببینیم دیجه این به طور لندسکیپ با ما باز شد. ببینیم اونمو تنظیماتی که قبلا تنظیم کرده بودیم به شکل استانداری را اپلای کردیم و اون تنظیمات با ما اینجا اپلای شد. حالا میبینیم 1.5، 1.5، 1.5 به این شکل است. پس دوباره ایره خواسته باشیم به طور نرمال تنظیم میکنیم. مبین چی میکنیم؟ پورتریت انتخاب کردیم اینجا. پس دوباره ایره یک مثلا باشه نرمالش، یم یک اینچ، یک اینچ تنظیم میکنیم اینا را. پس دوباره ست از دفالت میکنیم اینا. پورتریت را انتخاب کردیم ست از دفالت یس. حال هر وقت ما خواسته باشیم ورد را جدید باز کنیم، ببینیم حال میبینیم چی شده، همه تنظیمات ما به شکل نرمال تنظیم شده. شاگردهای عزیز این بود درس امروزی ما، تا درس های بعدی خداوند یار و مددگارتان. خدا حافظ.